شبکه پدافندی ایران در سوریه برای دفع حملات اسرائیل. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. مدتی قبل بود که چندین حمله از سمت نیروی هوایی ارتش اسرائیل با مهمات هواپرتاب دوریستا به سمت مناطقی از کشور سوریه، خصوصا در بندر تارتوس اتفاق افتاد. نکته جالب ماجرا دفع کامل حمله از سمت سیستم‌های پدافندی موجود در منطقه بود. بر اساس تصاویر منتشر شده از شب حمله، چندین نوسامانه پدافندی مختلف موفق شدند در برابر نوع حملات هوایی ارتش اسرائیل مقاومت کنند. این موضوع باعث شد تا سوالات مختلفی در فضای مجازی پیرامون این مسئله مطرح بشه. امروز توی برنامه پارتیزان ما قصد داریم که در مورد این مسئله و موضوع با هم صحبت کنیم. میخواییم ببینیم که این شبکه پدافندی آیا یک نمونه جدید هستش یا نه، و اگر یک نمونه جدیده از چه نوعیه و متعلق به چه کشوری محسوب میشه و این شبکه پدافندی چه کاربردی برای کشورمون میتونه داشته باشه. برنامه امروز به سه بخش تقسیم میشه. در بخش اول به مقدمه کار و بیان شب حمله میپردازیم. در بخش دوم در مورد سامانه‌های پدافندی مذکور و نوع اونها بحث میکنیم و در بخش سوم هم به بررسی فواید این سامانه‌ها برای کشورمون خواهیم پرداخت. پس در نهایت با ما همراه باشید تا به سوالات و توضیحات هر کدوم از این بخش‌ها به صورت کامل دسترسی داشته باشید. اما قبل از هر چیز و ادامه کار، اگر تا الان ما رو سابسکرایب نکردید، لطفاً ساب کنید و با لایک و کامنتاتون به تیم ما انرژی بدید و ما رو دلگرم کنید. خب حالا بریم سراغ بخش اصلی برنامه امروز. مثل همیشه نیروی هوایی همیشه در صحنه ارتش تروریستی اسرائیل برای ضربه زدن به اهداف خاصی در بندر تارتوس وارد عمل شد. چندین سلاح هواپرتاب از نوع توریستا به سمت تاسیسات این بندر و اهداف مد نظر پرتاب شد که با فعال شدن سامانه‌های پدافندی کل حمله دفع شد. به نسبت از لبنان که به خاطر فقدان سیستم های پدافندی اثرگذار به جولانگاه بمباران های ارتش اسرائیل تبدیل شده، در سوریه به خاطر وجود سیستم های پدافندی نیروی هوایی ارتش اسرائیل مجبوراً به جای بمباران از سلاح‌های دوریستا مثل موشک‌های کروز دلایله استفاده می‌کنه، که این موضوع اهمیت بالای سیستم‌های پدافندی رو برای خلع یا کم اثر کردن نیروی هوایی ارتش اسرائیل رو به اثبات می‌رسونه. در اون روز خیلی از منابع خبری گفتن که سیستم‌های پدافندی مذکور اسمای متفاوتی بودن، چون که در فیلم‌های شلیک به وضوح نوع لانچر متفاوت موشک‌ها و یا توان درگیری موشک‌های پدافندی با پرتابه‌ها کاملاً مشهود بوده. برخی از منابع خبری ذکر کردند که ممکنه سفارش سامانه‌های پدافندی جدید ارتش سوریه از ایران و یا روسیه از راه رسیده باشه و عملیاتی شده باشند. در مورد روسیه که میشه گفت به خاطر وجود جنگ دو ساله فعلی با اوکراین، روس‌ها کمتر تونستن سفارشات کشورهای خریدار رو ارائه بدن و در تحویل عمده سفارشات، خصوصا سفارشات پدافندی، دچار محدودیت هستند. پس نمیشه گفت که ارتش سوریه سفارشات خودش رو از روسیه تحویل گرفته باشه. اما در مورد سفارش از ایران، موضوع روس‌ها صدق نمی‌کنه، چون که ایران درگیر جنگی نیست و امکان خرید و تحویل به موقع برای اون فراهمه. دو سال پیش بود که بعد از رونمایی و معرفی سامانه 15 خرداد، فرمانده ارتش سوریه به تهران سفر کرد و بعد از بازدید از این سامانه برای خرید اون ابراز تمایل داشت. موضوع خرید سامانه پدافندی مثل 15 خرداد توسط صدا و سیما در بخش اخبار هم مطرح و به نوعی تایید شد. اما در این دو سال گذشته کمتر خبری از این سامانه در سوریه بوده، که احتمال میره در مناطق خاصی به جهت تعداد کمش موجود شده و البته مستقر و عملیاتی. سامانه پدافندی 15 خرداد یه سامانه پدافندی از نوع دفاع موشکیه که توانایی حمل و پرتاب چندین نوع موشک رو برای انجام ماموریت‌های دفاعی خودش داره. این سامانه میتونه که موشک‌های صیاد 2 با برد 75 کیلومتر و یا صیاد 3 با برد 120 کیلومتر رو حمل کنه. رادارهای این سامانه میتونن که بر علیه اهدافی با سطح مقطع راداری 3 متر مربع تا بیش از 200 کیلومتر برد کشف داشته باشن. از همون روز انتشار رسمی خبر خرید سامانه پدافندی 15 خرداد، اخبار مختلفی منتشر شد که سوری‌ها تمایل دارن سامانه پدافندی کوتاه برد شهید مجید رو هم داشته باشن. در تصاویر منتشر شده از اون شب حمله، نوع لانچ یکی از موشک‌ها
و نوع حمله به یک هدف در برد کوتاه شباهت بالایی با نوع لانچ و برد موشک AD-08 سامانه شهید مجید داره که میتونه نشونگر وجود این سامانه در سوریه و عملیاتی شدن اون باشه. سامانه پدافندی شهید مجید یک سامانه پدافندی از نوع دفاع موشکیه که برای امر پوشش هوایی در بردهای کم ساخته شده. این سامانه روی شاسی خودروهای تاکتیکی طراحی شده و به همین خاطر توان تحرک بالایی داره. روی این سامانه موشک‌های AD-08 با برد درگیری بیشینه 8 کیلومتری و ارتفاع درگیری 6 کیلومتری به کارگیری شدند. این موشک‌ها مبتنی بر سیستم‌های الکترواپتیکی هستند و خود سامانه هم از دو نوع سیستم الکترواپتیکی استفاده می‌کنه. سیستم الکترواپتیکی که در بالاتر نصب شده توان کشف اهداف رو داره و سیستمی که کمی پایین‌تره برای درگیری و قفل بر روی هدف کاربرد داره. اگر ما فرض رو این قرار بدیم که این تحویل انجام شده اما به دلایل مختلفی تا حالا توسط سوری ها رونمایی نشده، میخواییم ببینیم که این شبکه پدافندی چه کمکی میتونه به کشور ما برای تامین امنیت خودش داشته باشه. خب چنانچه سامانه پدافندی 15 خرداد با رادارهای خودش در این منطقه مستقر بشه، میتونه به راحتی محدودی قابل توجهی از خاک سوریه و یا خاک سرزمین‌های اشغالی رو مورد پایش قرار بده. شاید برد کشف رادارهای سامانه برای کشف اهداف رادارگریز کم باشه، اما پرواز هواپیماهای سوخت‌رسان به خاطر بزرگی جسه و میزان سطح مقطع راداری نمیتونه که از دید این رادارها پنهان بمونه. کشف پرواز هواپیماهای سوخت‌رسان و یا هواپیماهای آباکس و جنگ الکترونیک و یا سایر جنگنده ها میتونه که به راحتی در کسری از ثانیه عملیات ارتش اسرائیل بر علیه کشورمون رو لو بده. یعنی وجود چنین سیستم پدافندی در خاک سوریه میتونه که به مثال یک چشم قدرتمند برای کشورمون عمل کنه و باعث بشه که یگانهای پدافندی ایران بتونن دقایقی قبل از حمله اطلاعات لازم جهت درگیری رو به دست بیارن. هرچند برای ایجاد وضعیت پیش‌دستی و گرفتن ابتکار عمل در میدان جنگ، وجود هواگرد ارزشمندی مثل آباکسا در مرزهای کشورمون میتونست کارآمدتر باشه. اما در حال حاضر، همون شبکه پدافندی مستقر شده در خاک سوریه میتونه که نقش یک آباکس ثابت رو در آسمان سوریه برای ایران ایفا کنه. خب رفقای عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم که از موضوعی که براتون امروز انتخاب کردیم لذت برده باشید و مورد توجه و قبولتون قرار گرفته باشه. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما هستیم و تا برنامه بعدی همگی شما خوبان رو به خداوند بزرگ میسپارم.